دوستان عزیز، حضار محترم، به همه شما و به مهمانان گرامی در اینجا درود میفرستم. یک سال پس از حماسه سرخفام و خونین اشرف و اعدام جمعی 52 مجاهد سرفراز، در حالی که خونهای پاک و پرارجانها همچنان می جوشد و راه می گشاید، دولت آدمکشان دستنشانده ولایت فقیه در بغداد ساقط شده است. اما مجاهدین و مقاومت ایران استوار و مستحکم پا بر جا مانده و می مانند تا روزی که کاخ ستم ولایت فقیه را از بنیاد براندازند. در 11 سال گذشته فاشیسم ولایت فقیه برای حفظ سلطه خود در عراق به هر تبهکاری و جنایتی دست زد، از قلع و قمع جنون‌آسای مردم عراق تا محاصره ضد انسانی و حملات پی در پی علیه اشرف و لیبرتی. اما سرانجام بزرگترین شکست رژیم در همان عراق رخ داد و آثار دوران پایانی و جام زهر سرنگونی قبل از هر کجا و بیشتر از هر کجا در عراق ظاهر شده است. تا چند هفته پیش مماشاتگران و متحدان ولایت فقیه در ماندگاری مالکی کمترین تردیدی به خود راه نمی دادند. اما در میان بهت و ناباوری آنها تمام امیدشان یک سر برباد رفت. پس بی تردید برج و باروی خامنه‌ای نیز فرو خواهد ریخت و همچنان که ارتش مالکی از هم پاشید، سپاه پاسداران ولایت فقیه نیز در برابر طوفان اراده ملت ایران دوام نخواهد آورد. عزیز، دوستان عزیز، به مناسبت این وقایع بی سابقه و پیامدهای آن که از رژیم ولایت فقیه در تهران تا اوضاع سراسر خاورمیانه و سیاست‌های اروپا و آمریکا را تحت تأثیر قرار داده، یادآوری برخی نکات را در اینجا ضروری می‌دونم. 1. سقوط مالکی یک ضربه استراتژیک بر نظام ولایت فقیه بود. رژیم آخوندی تا روز آخر از هیچ تلاشی برای حفظ مالکی فروگذار نکرد. اما سرانجام جبهه گروه‌های تحت امرش در عراق تحت فشار قیام و مقاومت مردم عراق از هم گسیخت و مالکی را کنار زد. در نتیجه تکیه‌گاه اساسی این رژیم برای صدور بنیادگرایی در منطقه در هم شکست. حال اگرچه خامنه‌ای و مالکی با تمام قوا تلاش می‌کنند آب رفته را به جوی بازگردانند، اما بازگشت این رژیم به تعادل پیشین در عراق ناممکن است. دو، دولت جدید عراق با میزان دوری جستن از رژیم ولایت فقیه به آزمایش کشیده می شود. در این زمینه رهبران ملی و مذهبی، شورای عشایر و هیئت علمای مسلمین عراق خواستار پاکسازی نهادهای نظامی و امنیتی از عوامل رژیم آخوندها هستند. توقف بمباران غیرنظامیان، آزادی زندانیان سیاسی به ویژه زنان و همچنین زندانیان اهل سنت، بازگشت آوارگان
و انحلال تمامی شبه نظامیان در صدر خواسته های آنهاست. همچنین آنها بر تشکیل یک دولت فراگیر ملی با سهیم کردن نمایندگان واقعی همه بخش ها و گرایش های جامعه عراق و همچنین برگزاری یک انتخابات واقعا آزاد تحت نظر ملل متحد به دور از سلطه رژیم ایران تأکید کرده اند. سه، آدم کشی و شقاوت گروه داعش در عراق و سوریه، کشتار ایزدی ها، سرکوب و تحقیر مسیحیان، تحقیر زنان، سربریدن خبرنگاران بیگناه در منتهای قساوت توسط این گروه، وجدان مردم جهان را جریحه دار کرده است. همین صورت باندهای تروریستی تحت امر رژیم ایران در عراق مانند اصائب، کتائب و نوح بدر هم با قتل عام زندانیان، انفجار مساجد و کشتار نمازگزاران به قتل و غارت و ارعاب مشغولند. روشن است که رشد و گسترش این جریانات افراطی و تروریستی و ضد اسلامی قبل از هر چیز ناشی از سلطه رژیم ایران بر عراق و سیاست‌های سرکوبگرانه مالکی علیه اهل تسنن است. هرچند مقابله با داعش امری مطلقاً ضروری است، ولی این مقابله بدون خلعیت از رژیم ولایت فقیه و باندهای تروریستی اون در عراق آب در هاون کوبیدن است. چهار، بیعملی دولت‌های غرب و مشخصاً ایالات متحده در قبال جنایات ضد بشری اسد با 200,000 کشته و 11 میلیون آواره و جانبداری 8 ساله از مالکی در تولید و رشد افراطی‌گری نقش جدی داشته است. این بیعملی باعث شده که رژیم ایران پس از سوریه و عراق و لبنان و فلسطین، یمن را هم صحنه تاخت و تاز خود کرده و با وارد کردن انبوهی پاسدار به این کشور، بخش‌های وسیعی از اون رو عملاً به اشغال خود درآورده. آتش تروریسمی که امروز خاورمیانه را فرا گرفته، بهایی است که ایالات متحده به خاطر کوتاه آمدن در برابر مستبدان و به ویژه رژیم ایران از جیب ملت‌های ما پرداخته است. پرزیدنت اولاند به درستی گفت که ما نباید بین دو بربریت که از یکدیگر تغذیه می‌کنند یکی را انتخاب کنیم. و من در اینجا اضافه می‌کنم که دومی محصول اولی و زیر چتر خمینی و فاشیسم دینی ولایت فقیه بزرگ شده است. پس باید هرچه سریعتر او را از عراق و سوریه خلعیت کرد و از ایران جارو نمود. پنج، رژیم ایران با همراهی ریاکارانه با خواست جهانی برای مقابله با داعش و با تکرار سناریوی سال 2003 به بهانه کمک به آمریکا می‌خواهد مجدداً سلطه ضرب خورده خود در این کشور را ترمیم کند. تأکید می‌کنم سهیم کردن رژیم ایران برای مهار بحران عراق موجب افزایش خطر داعش و افتادن از چاله به چاه است. شش، فجایع امروز در عراق از آنجا ناشی می شود که آمریکا رژیم ایران را در حاکمیت عراق سهیم کرد و با خروج نیروهای خود این کشور را عملاً به شبه نظامیان ملایان واگذار کرد. بنابراین هشدار می دهم کسانی که با نادیده گرفتن این فاجعه
باز هم خواهان نقش دادن به ولایت فقیه در مهار بحران عراق هستند، فاجعه بزرگتری را تدارک می‌بینند. مگر این رژیم با شبه نظامیان آدمخوار خود در عراق هر روز مردم این کشور را سلاخی نمی‌کنند؟ پس چگونه ممکن است دسته آدمکشان صلح‌بانی کنند و دسته دزدان به نگاهبانی بپردازند؟ راستی چگونه ممکن است؟ هفت، در کوران بحران عراق آخوندهای حاکم با انواع فریبکاری می‌خواهند برون رفتی از بنبست اتمی برای خود پیدا کنند. می‌خواهند یا امضای توافقنامه اتمی را به تأخیر بیندازند یا خواستهای خود را تحمیل کنند، به نحوی که راه دستیابی آنها به بمب اتمی باز بماند. در اینجا مجدداً هشدار می‌دهم هر توافقی که شامل اجرای کامل قطعنامه‌های شورای امنیت، توقف کامل غنی‌سازی و پذیرش بازرسی‌های سرزده نباشد، راه دستیابی به بمب اتمی را برای رژیم باز نگه می‌دارد. هشت، قانون افراطی‌گری و بنیادگرای اسلامی در جهان امروز تهران تحت حاکمیت رژیم ولایت فقیه است. راه حل فرهنگی و ایدئولوژیک این پدیده شوم تمرکز بر اسلام دموکراتیک است. آنتیتز بنیادگرایی و افراطی‌گری یک برداشت بردبار از اسلام است که منادی برابری زن و مرد و مدافع آزادی، دموکراسی و حقوق بشر و خواستار عدالت اجتماعی است. این همان اسلامی است که مسعود به خصوص در 36 سال حاکمیت ارتجاع بر آن پای فشرده و به مردم ایران نشان داده که خمینی و باندهای جنایتکار و وابسته به او نه مسلمانند و نه شیعه، بلکه دشمن اسلام و سایر ادیان هستند. به لحاظ سیاسی هم عراق فقط یک راه حل دارد و آن هم خلعیت از رژیم ولایت فقیه است. نه، در همین ایام دولت مالکی برای راضی کردن خامنه‌ای در یک انتقامگیری حقیرانه به خاطر ضربه اساسی که در عراق خورده است، اذیت و آزارهای خود علیه مجاهدین در لیبرتی را افزایش داده تا با قطع برق و سوخت و خدمات پزشکی و سایر مایحتاج آنها را به خیال واهی خود از پای در بیاورد. هفته پیش در سفر وزیر خارجه آخوندها به بغداد، اعضای شورای امنیت آخوندها به خاطر تشدید محاصره لیبرتی از مشاور امنیتی مالکی سپاسگزاری کرد و تاکید کردند که علاوه بر آب و برق و سوخت، تمام خدمات کمپ لیبرتی را متوقف کنند تا به خیال آنها مجاهدین به سطوح بیایند. مالکی و رژیم آخوندی در روزهای باقی مانده مالکی با این فشارها می‌خواهند به ما بگویند که هنوز در عراق هستند. اما ما می‌گوییم که درست به همین خاطر باید ریشه‌کن و خلعیت از عراق بشوند. و باید بدانند که هیچ یک از این فشارها بر اراده مجاهدین اثر نخواهد کرد. به عکس، هم عزم مجاهدین و هم کارزار اشرف نشانها در سراسر جهان را مضاعف می‌کند. ده،
بر شما. ده. در اینجا اعلام میکنم به رسمیت شناختن و محترم شمردن حقوق پناهنده مجاهدان آزادی در لیبرتی که کمیساریای عالی پناهندگی ملل متحد و پارلمانترهای عراق و سایر کشورهای جهان بارها بر آن تاکید کرده اند، معیار مهمی در مورد رفتار دولت جدید در عراق است. چنان که بارها رهبر مقاومت مسعود گفته است، تنظیم رابطه با دیکتاتوری دینی ایران مشخصه اصلی و خط قرمز جبهه بندی نیروهای سیاسی در عراق است، زیرا دموکراسی در عراق و دموکراسی در ایران در این موقعیت ژئوپلیتیکی و در این برهه تاریخی لازم و ملزوم و تضمین یکدیگرند. پس از سقوط دولتی که در 8 سال گذشته مجاهدین را با محاصره و حمله های وحشیانه به شهادت رساند، حالا زمان خاتمه این محاصره ضد انسانی فرا رسیده و دولت آمریکا و ملل متحد به خاطر تعهدات مکتوب و مکررشان باید از دولت جدید عراق بخواهند امنیت و حفاظت مجاهدان را تضمین نموده، موانع موجود در مقابل تأمین الزامات امنیتی را بردارد، دسترسی آزادانه به خدمات پزشکی و لوجستیکی را تضمین کند، 7 گروگان اشرفی را آزاد کند و با استقرار یک واحد کلاهابی ملل متحد در لیبرتی و تحقیقات ملل متحد درباره 6 قتل عام موافقت کند و مسئولان این همه جنایت را در مقابل عدالت قرار بدهد. دوستان عزیز، حضار محترم، نخستین سالگرد حماسه اشرف چه از نظر سیاسی و اجتماعی و چه از لحاظ چشم‌اندازهای آرمانی با آثار راهگشایانه بسیاری همراه است. در 11 سال گذشته اشرف محاصره شده خط مقدم نبرد علیه ولایت فقیه و سرمشق تسلیم ناپذیری در برابر جنایت‌های دولت مالکی شد. در همین جا بود که میلیون‌ها تن از مردم عراق، هم از شیعه و سنی، با انتشار چندین بیانیه به حمایت از مجاهدین برخواستند و خواهان پایان اشغال کشورشان توسط رژیم آخوندی شدند. مجاهدین با پایداری و شکست ناپذیری در برابر حملات نخست وزیر تحت الحمایه رژیم در عراق و با پرداخت بهای سنگین و خونین موجب انگیزش های بسیار در میان مردم عراق شدند و برای قیام و نبردی راه گشودند که امروز تمام ارکان دیکتاتوری را به لرزه انداخته است. در میان مردمی که به دنیا می آیند و سپس در می گذرند، انسان هایی هستند که زندگیشان حیاتی خلاق و جوشان است و مرگشان ننیستی که جاودانگی است، زیرا خالقان قدرت معنوی و حیات پاینده‌ای هستند که بشریت را به پیش می‌برند. این است راز شکوه و عظمت نام‌آوران جهان انسانی از اسپارتاکوس تا عیسی ابن مریم و حسین ابن علی که در آنها و در زندگی و شهادتشان تاریخ راه کمال را می‌یابد. راهنمایان، شاخص‌ها و چشمه‌های امید برای رستگاری بنی نوع آدم از بردگی و از خود بیگانگی. 52 مجاهد قهرمان اشرفی به سرداری زهره و گیتی به ایفای پیروزمند همین رسالت شناخته می‌شوند. آنها به عنوان بالاترین مسئولان این جنبش از چند نسل، نگاه کنید، از چندین نسل در منتهای آگاهی با بینشی عمیق و درکی صحیح
از شرایط، با ایمان به استراتژی و تاکتیک های این نبرد در اشرف ایستادند. آنها می دانستند در کانون چه تحولی ایستاده اند و در پایداری و شهادتشان چه راه گشایی نهفته است. قهرمانی آنها نه فقط به خاطر دلاوری و شجاعت بی نظیرشان در روز ده شهریور، که البته بسیار حماسی و تحسین برانگیز بود، بلکه به خاطر آن است که هرگز تسلیم شرایط و تعادل قوای موجود نشدند، آن هم در روزگار تاخت و تاز بی هزینگی. هرگز چشمنداز پیروزی را تیر و تار و تلاششان را عبث و بیهوده ندیدند. بر تعهدشان به آزادی پای فشردند. با حضور دلیرانشان توطئه‌های دشمن را برهم زده و او را رسوا کردند و این چنین کانون استراتژیک نبرد و منشأ الهام و انگیزش مردم ایران را معنا کردند و بذر هزار اشرف را در سراسر میهن و جهان پاشیدند. درود بر همه آنها. مردم ایران با پیام‌های همدردی، با نوشته‌ها و سروده‌های پرشور، با هر گرایش و نظری، خود را با این حماسه مقاومت به زیبایی پیوند دادند. پیام اشرف همچنین به سلول‌ها و بندهای زندان‌های اوین و گوهردشت و سایر زندان‌های ایران رسید و ایستادگی و تسلیم ناپذیری را ترویج کرد. زندانیان با قهرمانان شهید پیمان بستند و کانون شورشی و اشرف 350 از آن شعله ور شد. درود بر غلام رضا خسروی و همه زندانیان ما. هزاران درود بر این قهرمانان سرفراز. بله، بله، رژیم ولایت فقیه با قتل عام اشرفی ها میخواست راه نجاتی برای خود پیدا کند، اما حالا نگاه کنید که چگونه بحران های درونی و بیرونی تمام این رژیم را در خود فرو کشیده است. از نارضایتی انباشته در جامعه ایران که این روزها با اعتراضات تحسین برانگیز در شهرهای مختلف کشور جریان دارد، همچنین شورش و اعتراض زندانیان در زندانهای مختلف، تا یک جنگ قدرت در رأس حکومت و یک ورشکستگی اقتصادی که گریبان رژیم را فرا گرفته است. آری، این رژیم ضد بشری محکوم به سرنگونی است و ملت ایران بی تردید آزادی را به دست خواهد آورد. در آغاز 50 سال حیات سازمان مجاهدین خلق ایران، در برابر روح پرفتوه حنیف کبیر و یارانش، این شخصیت‌های ملی و میهنی اکنون در تاریخ ایران که این جنبش استوار و ریشه‌دار را بنا نهادند، ادای احترام می‌کنیم.
جنبشی که از حنیف بنیانگذار به مسعود سپرده شد، همان گنجینه ملی و میهنی و نیروی مؤسس و بنیانگذار فرداست که تاریکی استبداد و ارتجاع را به روشنای ایران آزاد فردا میرساند. در اینجا با درود به همه شهیدان راه آزادی و با درود بر زنان و جوانان دلیر و اشرف نشان که برای گسترش مبارزه و قیام برای سرنگونی رژیم ملت فقیه بیوقفه در تلاش و پیکارند، مبارزه و پیکار برای یک ایران آزاد و آباد و دموکراتیک، به همه آنها درود می‌فرستیم و به امید آن روز که ایران آزاد و آباد و دموکراتیک فرا برسد و منطقه خاورمیانه و جهان از شر رژیم بنیادگرا و تروریسم و پدرخوانده تروریسم خلاص شود. سلام بر آزادی، سلام بر مردم ایران.